شیما بابایی، دختر 24 ساله‌ای که 4 بار بازداشت شد و حالا کشور رو ترک کرد. به جرم چی؟ به جرم اینکه فعال حقوق بشر بود، میرفت با خانواده های زندانیان دیدار میکرد، خانواده های کشته شدگان رو توی تظاهرات دیماه بود، به حجاب اجباری اعتراض کرد. چه جرمی سنگین تر از این همه اعتراضه؟ حالا کشور رو ترک کرده ولی ریختن سر مادرش تا خونش رو مصادره کنن. این شما و این هم شیما بابایی که دو کلمه حرف حساب با خامنه ای، لاریجانی و آقازاده هاشون در خارج کشور داره. من شیما بابایی هستم، دختری دور از وطن، دور از خانواده و دور از خونش. پدرم دکتر ابراهیم بابایی جانباز اعصاب و روانه. کسایی که تو خانوادهشون جانباز دارن خوب درک میکنن مشکلات زندگی کردن با یک جانباز رو. من و همسرم تنها چند روز قبل از اینکه جشن ازدواجمون رو بگیریم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدیم و یک ماه تو انفرادی بند 209 بودیم. در نهایت قبول کردن به شرط اینکه مادرم خونش رو وثیقه بذاره من و همسرم رو آزاد کنن. ولی بعد از اون انقدر ما رو تهدید و آزار و اذیت کردن که مجبور شدیم از ایران خارج بشیم. حالا با مادرم تماس گرفتن و بهش گفتن که یا باید بچه‌هات برگردن و به خودشون رو به زندان معرفی کنن یا اینکه خونه‌ت رو مصادره می‌کنیم. خونه‌ای که مادر و پدرم با سال‌ها تلاش و زحمت به دست آوردن. خونه 60 متری که با قرض و وام تونستن بخرنش. آقای خامنه‌ای، من از شما یه سوال دارم. خونه مادر من که قرار مصادره بشه به چه کسی میرسه؟ میدونم به حساب شخصی آقای لاریجانی واریز میشه این پولها، ولی قراره به کجا بره؟ به کدوم کشور؟ به ونکوور، واشنگتن، نیویورک و یا لندن؟ دست کدوم آقازاده قرار خرج بشه؟ محصول یک عمر زحمت پدر و مادر من قرار خرج عیاشی یک شب کدوم آقازاده بشه تو کشورهای خارجی؟ ای کاش حداقل الان که میخواید این خونه رو مصادره کنید پولش رو بدید به کارگرهایی که ماه هاست توی خیابونها دارن اعتراض میکنن. من و همسرم به همین جرم دستگیر شدیم، به جرم دفاع از کارگرها، معلمها، دانشجو و مالباخته هایی که مدت هاست معترضن و حقشون رو میخوان. ما مدافع حق اونها بودیم، مدافع حقوق بشر. آقای خامنه‌ای، من حق دارم بدونم که پول خونه مادرم قراره به کجا بره. شما ثابت کردید که دلسوز ما نیستید، ثابت کردید که اگر ما بخوایم حرف از وطنمون بزنیم، از کشورمون بزنیم، حقمون رو بخوایم، حاضر نیستید کوچکترین قدمی برای ما بردارید. ما هم از شما توقعی نداریم.